سلام دوستان امیدوارم خوب باشید در خدمتتون هستم با جلسه دوم از دوره آموزش زبان ایتالیایی سطح مقدماتی آصف که ما جلسه اول رو انجام دادیم این جلسه دوم هست ادامه در حقیقت الف با که حروف ترکیبی رو توی این جلسه کار میکنیم در ادامه به حروف ترکیبی پردازیم حروف ترکیبی با حرف چی و جی حروف ترکیبی با حرف چی حرف چی همیشه صدای که میده ولی وقتی که جلوی ا و ای قرار میگیره صدای چه و چی رو تولید میکنه حالا اینجا مثالاش رو با هم میبینیم چی با ا صدای چه مثل چنترو چی با ای صدای چی مثل چینا چی با ای با آ یه سری ترکیبی های جدید درست میشه صدای چا میده مثل چاو چی با ای با او صدای چو مثل چوکولاتو چی با ای با او صدای چو مثل چوکو نکته که اینجا لازم به ذکر اینه که حرف آکا که گفتیم در زبان ایتالیایی بی صداه برای تولید حروف ترکیبی دیگه کارپورت داره برای مثال اگر بخوایم تو ایتالیا حرف ک رو تولید کنیم چی با ا تایی صدای چه میدن رو همین حساب آکا رو بینشون قرار میدیم که صدای ک رو تولید کنیم مثل مثلا فورکتا برای کی هم همینطور برای تولید صدای کی اگر آکا وجود نداشته باشه صدای چی میده برای همین آکا رو بین چی و ای قرار میدیم که صدای کی رو تولید کنیم مثل کیابه حروف ترکیبی با جی حروف ترکیبی با جی هم بسیار شبیه به همون حروف ترکیبی با چی در همون قاعده تبعیت میکنه حالا با هم بررسی میکنیم پس جی همیشه صدای گ میده ولی وقتی که قبل از ا و ای قرار میگیره صدای ج و جی به خودش میگیره حالا باز با هم بررسی کنیم جی با ای صدای ج مثل جنته جی با ای صدای جی مثل جیرو جی با ای با آ صدای جا جردینو جی با ای با او صدای جو جورنو جی با ای با او صدای جو مثل جوستو و دومرتبه وقتی که آکا بین جی و ای قرار بگیره صدای گ به خودش میگیره مثل گپاردو و وقتی که باز آکا بین جی و ای قرار بگیره صدای گی میده مثل لگی حروف ترکیبی با اس چی که در حقیقت با اس چی دو مرتبه با ا و ای هستش اس چی با ا صدای ش مثل شلتا اس چی با ای صدای شی شیروپو اس چی با ای با ا صدای شا شارپا اس چی با ای با او صدای شو شولیره اس چی با ای با او صدای شو اشوگاره حرف ترکیبی دیگه که داریم جی انه هستش که صدای نیه کشیده میده مثل سینیوره یا سونیو حرف ترکیبی دیگه جی ال ای که صدای لیه کشیده میده مثل توالیا. حرف اس بین دو حرف صدادار صدای ز میده مثل کاسا پیسو و حرف اس اگر بین دو حرف صدا دار باشه همون صدای س رو خواهد داد پس اگر اس یک اس بین دو حرف صدا دار قرار بگیره صدای ز ولی اگر دو مرتبه دو اس بیاد همون صدای س برای مثال روسو کاسا خب این در حقیقت حروف ما به طور کلی تموم شد حروف ترکیبیمون و الفبامون و دانشجو بعد از این سطح دیگه میتونه در حقیقت کاملا بخونه و به ایتالیایی بنویسه البته لازم به ذکره که خب حروف ترکیبی دیگه ای هم وجود داره ولی برای اینکه خیلی کار در اول کار به قولی پیچیده نکنیم خب بهتره که تا همین سطح دانشجو بلد باشه تا بتونه کارشو تقریبا را بندازه نکته دیگه ای که اینجا میخوام اضافه کنم اینه که بعضی اینکه این ویدیو و ویدیو قبلی رو دیدید خوب روش کار کردید چندین بار گوش کردید و چندین بار برای خودتون نوشید روی کاغذ لغتاشو که خوندید باز مثال های خوبی هن. اون لغت ها رو سعی کنید چندین بار تمرین کنید خوندنش و خوندنش رو بعد از اون بهتون توصیه میکنم که برید اون پروژه اول من توی یوتیوب که ایزی ایتالیا لیدر هست رو از یونیت اولش شروع کنید به گوش کردن و دنبال کردن اینکه چطور در خونده میشه هر چیزی بعد اگر خواستید تو کانال تلگرام هم که حالا لینکش هم باز اینجا زیر ویدیو یوتیوب میذارم میتونید برید اونجا و کتاب ایزی تالی ریدر رو دانلود کنید بعد متنا رو باهاش بخونید و گوش کنید چندین بار در گوش کنید و بعدش نوشته ها رو ببینید و دفعه های بعدش میتونید فقط بشنوید و بنویسید چون ایتالیایی اون چیزی که من الان بهتون یاد دادم با این چیز شما میتونید هم بخونید صد درصد هم میتونید بنویسید خب خیلی تاثیر داره اگر این کار چندین بار تکرار کنید خوندن نوشتن تو صد درصد اوکی خواهد شد